درود به همگی، فرزام فیس هستم، عکاس و مستندساز. خیلی به چنل خودتون خوش اومدین. امروز یه ویدیو جذاب براتون دارم، مخصوص دوستایی که کار تولید محتوا میکنم، به خصوص در یوتیوب با موبایل. خب دوستان، امروز میخوام چند تا تجهیزات خیلی کوچولو بهتون معرفی بکنم برای دوستایی که کار یوتیوب انجام میدن و تولید محتوای موبایلی میکنن، ولی چندان کیفیت‌های تصاویر خوبی ندارن، هیچ نکته تکنیکی تو تصویرهاشون رعایت نمیشه، صداهاشون معمولا ایراد داره و خیلی چیزای دیگه. با تمام احترامی که برای همتون قائلم، چون میدونم که چقدر کار سختیه و چقدر زحمت میکشین، فقط میخوام چند تا نکته بهتون بگم که ویدیوهای خودتون بهتر شه. یکی از این نکته ها، شما میخواین با موبایل تولید محتوا بکنین، یکی از مواردی که خیلی راحت میتونین تهیه بکنین اینه که یه دونه از این گیره‌های نگهدارنده موبایل تهیه میکنید. تمام موبایل فروشی ها و لوازم جانبی گوشی فروشی ها دارن موبایل رو به این حالت نگه می داره. شما به دو طریق میتونید از این استفاده بکنید. یکی اینه که اینو میاریم مستقیم سر سپایه می‌بندین، که باید یه سپایه هم تهیه بکنیم براش. یه سپایه ای تهیه میکنید، روی اون می‌بندید، اینو فیکس میکنید و خیلی راحت به این حالتی که شما تو یوتیوب باش فیلم میگیرید میتونید برگردونید و از خودتون فیلم بگیرید، و اگر کسی داره ازتون فیلم میگیره که خب به این حالت میگذاره، خیلی راحت شما رو در تصویر داره و میبینه. نکته شماره دو که خیلی مهمه اینه که حتما یه ویدیو این بالا ساختم به نام نکته های عکاسی با موبایل، حتما این ویدیو رو ببینید. خیلی از نکاتش مشترکه با فیلم برداری و ویدیو و قطعا خیلی به کارتون میاد. من این کاپشن زردی که پوشیدم، تمام جونورهای جهان الان دارن میشینن رو من. طریقه بعدی اینه که شما نمیخواین رو سپایه بذارین، حالا رو یه میزی، یه فضایی هست که کوتاه‌تره، یه دونه از این پایه‌ها براش میگیرین و باز هم من جلوتر بیارم که دوربین رو بگیره، یه دونه از این پایه‌ها میتونین براش بگیرین و باز هم استفاده کنین. این حالتی هست که یعنی حالت پایه مانند داره و تصویر شما رو فیکس میکنه و لرزش دست ندارین، اشتباهی که خیلی هاتون توی ویدیوهاتون دارین. یک مدل ثابتش هم هست که اگر دوست دارین در حرکت فیلم بگیرین، البته از قبلی هم میتونین استفاده بکنین، ولی خب این ارزون تره. بابت این دارم هر دو رو بهتون نشون میدم، این یک مقدار گرون تره که حالت پایه داره، این مقدار ارزون تره که میتونین تو دست بگیرین، قشنگ حرکت بکنین و لرزش دست فوق العاده پایینی داره، خیلی راحت هم 360 درجه براتون فیلم میگیره. اگر هم بخواین حرکت بکنین باهاش، مثلا من الان به سمت دوربین میام یا برم، خیلی راحت حرکتتون، یعنی کاملا یه حرکت 360 درجه رو دارید. و اینکه یه نکته دیگه، من تو ویدیو عکاسی با موبایل گفتم، اینجا هم بگم، گریت رو موبایلاتون روشن بکنین. واقعا انصافا اگه خودتون هم برین دوباره ویدیوهای قدیمیشون رو ببینین، خیلیاتون این کارو نکردین. اگر اون خانومی که نشسته داره قصه میگه، داره آشپزی میکنه یا هر چیزی که داخل خونه هست، ویدیوها که برای خیلیاتون داخل خونه هست، میتونید روی 1/3 بندازینش. و این نکته رو قبلا هم گفتم، اگر میخواین که زاویه دار بگیرین، روی 1/3 سمت راست، روی 1/3 سمت چپ بندازید. اگر هم نمیدونین که نقطه طلایی چیه و یا اصلا 1/3 چیه، یک ویدیو قبلا این بالا ساختم که برین اونو حتما نگاه بکنین. پس 4 تا نکته ساده شد: لرزش نداشته باشه دستتون، میتونین از پایه استفاده بکنین، از اون ترایپود استفاده بکنین و یا اون یکی ثابته. اگر میخواین در حرکت باشین، راه برین تو خیابون 360 درجه بگیرین، باز هم از هر دو تاش میتونین استفاده کنین، خیلی بهتر از دستن. اینها نکته‌هایی بود که باعث میشه ویدیوهاتون خیلی درخشش بیشتری داشته باشه. امیدوارم که به کارتون بیاد، ازش بهتر و بهتر بتونین استفاده بکنیم، پول بیشتری ازش در بیارین از یوتیوب، و امیدوارم که از آسمون خدا برای همتون برکت بباره. اگر تا امروز این کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً این کار رو انجام بدید، زنگوله رو هم بزنید، ویدیو رو لایک بکنید و نظراتتون رو حتماً تو کامنت ها برام بنویسید. و اگر سبکی هست که ما تا امروز راجبش نساختیم و شما دوست دارین که راجب اون صحبت بشه، حتماً تو کامنت ها بنویسین، با کمال میل انجامش میدم. مرسی که همراه بودید.